بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما مولانا أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب ومولاي الحسن والحسين ومولاتنا فاطمة الزهراء سيد نساء العالمين ومولانا بقية الله في الأراضين حجة ابن الحسن العسكري واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله إدامة مباحث إسلام نائي ناسرو بابياني فكري و موهومی و توهمی منحرفین و جباران تاریخ اهل سقیفه و بنی امیه و بنی العباس بیان خواهم کرد ان شاء الله به عون الله و حوله و قوته چه عوامل فکری چه عوامل روحی سبب شده که جباران تاریخ روش جباریت رو اختیار کنند و ظلم و ستم رو در پیش بگیرند و غصب خلافت کنند و ظلم به حقوق انسانها بکنند از جنایت وحشتی نداشته باشند و طبعشون طبع جنایتکارانه بشود این یک سوال بسیار مهمه و در حقیقت که از دوستان اهل فضل و اهل تحقیق سوال خوبی رو مطرح می کرد به این صورت که شما اول مطرح کردید ما در مباحث اسلام نه این است اسلام عموی و اسلام بن عباس رو و انحرافات از اسلام رو مطرح کنید چه چیز سبب شد که چندین جلسه درباره معاد بحث کردید در وسط بحث شما چون سوال بسیار سوال خوبی هست و می تواند جنبه عمومی داشته باشه جواب این سوال رو و ارتباطش با بحث رو با توجه به آیات قرآن پاسخ خواهم داد در قرآن در سوره مبارکه غافر در آیه 27 از این سوره خدای متعال از زبان حضرت موسی کلیم علی نبی ناواری و علیه و السلام و سلام در جواب فرعون فرعونی که تهدید میکنه تهدید به قتل میکنه فرعونی که <تصفح> به تعبیر قرآن یذبح ابناءهم و یستحیی ابناء نساءهم فرعون کودک کش فرعونی که پسر بچه ها رو به قتل میرساند دخترها و زنها رو به اسارت میکشانید فرعونی که از تزعف به استصاف میکشند بنی اسرائیل رو و جعل اهلها شیعا ملتش رو پراکنده ضعیف و ناتوان کرد علت این کارها و علر روانی این کارها رو قرآن در آیات متعدد بیان کرده از جمله در همین آیه که تلاوت کردم و قال موسی انی به بربی در جواب تهدیدهای فرعون در جواب اینکه من تو رو به قتل میرسانم چه میکنم و جنایت های فرعون اینجور فرمود من به خدا پناه میبرم اولیاء الهی پناهشون خدای متعاله تکیهشون بر خدای متعال هرگز و که من نبی قاتل معهور بیون کثیر فما وهنوا و ما ضعفو و ما بسیار بودند از ربیون تربیت یافتگان الهی که اینها همراه با انبیا دفاع میکردند از حق در مقابل باطل می ایستادند در مقابل جنایتکاران می ایستادند هرگز احساس ضعف نمی کردند هرگز احساس بیچارگی و درماندگی نمی کردند چون تکیگاهشون خدای متعال بود. اینجا هم حضرت موسی کلی می فرماید انی به بربی و ربکم من پناه میبرم به خدای متعال پروردگارم و پروردگار شما اگر انسانی در همه کارها چشم امیدش به خدای متعال باشه هرگز ناامید نمیشه و من یتوکل علی الله فهو حسبه هر کس توکل کنه به خدای متعال خدای متعال او رو کفایت می کند در آیه دیگر می فرماد الله به کاف عبده آیا اینطور نیست که خدای متعال کفایت میکنه و حمایت میکنه بنده خودش رو و خدا برای این بنده خودش کافیه خدای متعال به تعبیر بزرگان هم سبب ساز است هم سبب سوز است مسبب الاسباب است سبب رو خدا میسازد نباید انسان شرک سببی داشته باشه آنچه که سبب <applause> شکست می شود خدای متعال اون رو سبب پیروزی قرار میده اونچه که دیگران فکر میکنن سبب پیروزی سبب شکست قرار میده اسباب در اختیار خدای متعال هستند تأثیر سبب از خدای متعال است اونجوری که خدای متعال آتش سوزنده رو بر ابراهیم خلیل سرد و ملایم و گوارا قرار میده یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم خدا این قدرت داره برای بندگان خودش اونایی که توکل به او میکنن اونایی که امید به او دارن اونایی که ناامید نمیشن ولا تیاسو من روح الله انه لا ییاسو من روح الله الا القوم الكافرون از لطف خدا از عنایت خدا ناامید نشوید که ناامید از لطف خدا نمی شود مگر گروه کافر اینه که انبیاء الهی در اوج امید در او در نهایت سختی ها در اوج امید به خدای متعال بودند هرگز احساس بیچارگی و درماندگی نکردند این یک علت پیروزی اهل حق در مقابل اهل باطل هست پیروزی انبیا و اولیاء الهی در مقابل ظالمین و جنایتکاران هست انی عزتو به ربی و ربکم بعد حالا ال... ادامه آیه علت انحراف فرعون و فرعون صفتها و فراعنه تاریخ اهل سقیف و بنی امیه و بنی عباس بیان میکنه من کل متکبرن من پناه میبرم به خدا پروردگارم و پروردگار شما از هر متکبری که لا یؤمن به یوم الحساب ایمان به روز جزا و روز حساب رسی ندارد پس ویژگی های فرعونیان اهل صقیفه زلمه حکومت های اموی حکومت های عباسی دو اصل اساسی ویژگی روحیه که از نظر اعتقادی و روحی دو ویژگی اصلی دارند یک متکبر خود رو بزرگ می‌بینند دیگران رو ضعیف می‌شمارند ملت رو ضعیف می‌شمارند مردم رو ضعیف می‌شمارند خود رو اصل میبینند خود رو تافته جدا بافته از دیگران میدانند در مقابل ائمه اطهار در مقابل انبیاء الهی خودشون رو مقایسه با خدا و با انبیاء و با اولیاء و ائمه اطهار میکنند در مقام مقایسه میان ادعای الوهیت میکنند ادعای ربوبیت میکنن ادعای نبوت و امامت میکنن هر گروه انحرافی این چنینه اول خود بزرگ بینی رهبران گروه های انحرافی این چنینن کافی کسی مطالعه در این گروه های الحادی تروریستی داعش وهابی ها و شبه اینا که نمیخوام اسمشون رو بیارم بکنه میبینه که چگونه برخورد میکنن چگونه ادعای الوهیت میکنن چگونه ادعای ربوبیت و ادعای نبوت و ادعای امامت میکنن یکی از این گروه ها که از بس آلوده است نمیخوام زبانم با نامش آلوده بشه تعبیر میکنن به نام خدا به نام فلانی و زنش خاک بر سرتان کنن که شریک برای خدا قائل میشید خودتون رو در حد خدای متعال قرار میدید این انحراف نیست این کفر نیست این شرک و الحاد نیست اون وقت است که همه دک اعمال دیکتاتورانه رو انجام میدن همه استبدادها رو انجام میدن افرادشون رو به اوج ذلت میکشانند هر قانون الهی رو زیر پار میذارن نه تنها قوانین الهی فطرت بشری رو هم سرکوب میکنن غیرت و ناموس رو زیر پا میذارن همه چیز رو فدا میکنن آن وقت مثل هرسمه میشود که به هارون عباسی میگوید من جانم، مالم، فرزندانم، ناموسم و دینم رو فدای تو میکنم و دست به جنایت میزنه حالا شاید بعضی از آن جریان هرسمه رو ندانند من به میدم یکی از در تواریخ آمده که بعد از مرگ هارون یکی از تجار بزرگ خراسان بر... که با هرسمه از فرماندهان لشکر هارون دوستی داشته بر هارون وارد می ش... بر هر سمه وارون وارد می شود ماه رمضان بوده و می بینی که هر سمه دستور داد به غلامانش و خادمانش سینی و خانچه غذا رو سفره غذا رو آوردن مفصل و گفت خب تو که روزه هستی و خودش شروع کرد به خوردن این تاجر تاجر خراسانی و مسلمان به هر سمه گفت که هر سمه بیماری خدای نخواسته گفت نه بیمار نیستم آیا در سفر بودی و در سفر افتار کردی و بعد رسیدی الان در وطن خودت هستی اونا سفرم نبودم که قرآن می فرد و این کنتم مرضا او علا سفرن فعدتون من ایام اخر اگر مریض بودید یا در سفر بودید روزه نگیرید ایام دیگه روزه بگیرید بس چرا روزه خاری میکنید گفت من چه روزه بگیرم چه نگیرم چه نماز بخوانم چه نخوانم <applause> چه عبادت کنم چه نکنم <applause> هیچ عملی از من پذیرفته نیست من اهل دوزخم من اهل جهنمم و برای چی اهل دوزخ هستی و من در زمان هارون یاسر خادم مخصوص هارون نیمشبی آمد در قصر من گفت هارون با تو کار داره که من وحشت زده از خواب بیدار شدم آیا سخن چینان درباره من بد گفتن و هارون تصمیم به قتل من گرفته وارد شدم در قصر هارون و دیدم هارون یک شمشیر برهنه در مقابلش گذاشته از غلاف بیرون کشیده گفت از من پرسید چقدر منو دوست داری گفتم به اندازه جانم و مالم برگرد گفت هنوز از قصر خارج نشده بودم دو مرتبه صدام زدن هارون با تو کار داره باز همین سآل رو تکرار کرد گفتم جانم مالم فرزندانم رو فدای تو میکنم کنم برگرد بار سوم من طلبید همین سآل چقدر من دوست داری چه چیز حاضری فدای من بکنی گفتم مالم جانم مالم فرزندانم ناموسم رو فدای تو گفت خنده ای کرد گفت برگرد بار چهارم این بار من صدا زد و همین سوال رو پرسید گفتم من جان مال فرزندان ناموس و دینم رو فدای تو میکنم گفت قهقه ای زد الان خوبه شمشیر رو به دست من داد که با غلام مخصوص من میروی هر دستوری رو که این غلام داد از طرف من داده اجرا میکنی گفتم باشه گفت با من به یکی از سیاه های هارون برده 20 نفر از سادات از نسل امیر المؤمنین و نسل زهرای مرزیه از نسل رسول الله رو از این سیاه چال بیرون آورد گفت گردم بزن گفت یکی یکی اینها رو به شهادت رسوندم سیاه چال دوم بیس نفر دیگر که مسنتر بودن اونها رو هم به شهادت رسوندم سیاه چال سوم بیس نفر دیگر بودن که همه مسن بودن قدها خمیده شده بود معلوم بود سالهای زیادی در زندان به سر بردن محاسن سفید موجه و ابروها سفید گفت نونزده نفر دیگر رو از اینها به قتل یک نفر موند نفر آخر رو که آورد جلو که او رو به قتل برسانم بسیار نورانی بود پیر فرتوت گفت یه نگاهی به من کرد گفت روز قیامت در مقابل خدای متعال چه جوابی داری؟ چگونه میخواهی با جدم رسول خدا روب رو به رو بشوی؟ چگونه تو روت میشه که نگاه به صورت رسول الله جدم بکنی که در حالی که در یک شب شست نفر از فرزندان او رو به شهادت رسوندی گفت دستم لرزید شمشیر از دستم افتاد یاسر فریادی کشید گفت این رو هم بکش مگر تو نگفتی به هارون که من جانم فرزندانم مالم ناموسم دینم رو فدات میکنم گفت او رو هم به قدر رسوندم دیگه از همه جا ناامید شدم دیگه چه فایده ای داره این عبادات برای من اگر این دو تا زندم در جایی بازگو کردی کشته خواهی شد از این نمونه ها یأس از رحمت خدا در اثر جنایت کاری ها و در اثر بی اعتقادی نجات در روز قیامت و بی اعتقادی به اصل قیامت زیاد داریم مثال دیگری من میزنم که این تکبر و عدم ایمان به روز رو به الحساب روز حساب رسی به یوم الحساب که از اسمهای قیامت است سبب جنایت کاری می شود در تاریخ آمده عزیزان شاید بدانند در مقاتل آمده وقتی که کاروان اسرای کربلا رو در کاخی یزید حاضر کردند و یزید جنایتکار در حالی که مشغول به شرب خمر بود جسارت می کرد به سرهای شهدا و سر سید شهدا سلام الله علیه سلوات الله سلام علیه در اون لحظه اشعار ابن زبعری رو اون مشرکی رو که بعد از جنگ بدر و در هنگام جنگ بعد از جنگ احد اون اشعار سروده بود در انتقام از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یزید ابن معاویه بعد از پنجا و هفت سال از جنگ احد اشعاری رو که اون کافر ملحد مشرک انشاء کرده بود این در انتقام از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همون اشعار رو هم یزید ابن معاویه تلاوت کرد انشاء کرد خواند تعبیر میکنه لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل بنی هاشم لا اله الا الله او با حکومت بازی بازی کرد بعد انکار میکنه قیامت رو انکار میکنه نبوت رو انکار میکنه وحی رو انکار میکنه توحید رو فلا خبر اونجا ولا وحی اون نزل همه حقایق رو انکار میکنه بانوی کربلا شیرزن کربلا مظهر عظمت امیر المؤمنین بی بی زینب سلام الله علیه فوری آیه قرآن سوره مبارکه روم رو تلاوت می ثم کان آقبت الذين اساء ان كذبوا به الله و کانو به های استهزه اون سرانجام سر اونهایی که مرتبا جنایت پی در پی انجام میدادند جنایت ها کردند اینکه که آیات خدا رو تکذیب کردند قیامت رو تکذیب میکنند توحید رو تکذیب میکنند قرآن رو تکذیب میکنند نبوت رسول الله رو تکذیب میکنند امامت ائمه ها رو تکذیب میکنند و كانوا به های اون اونها رو به آیات خدا رو به باد استهزاء و مسخره میگیرند این رابطه بین جنایت است و بین انحرافات اعتقادی قرآن باز میبینیم در همین سوره مبارکه در سو آیه 35 این سوره می کذاله که یتبع الله علی کل قلب متکبرن جبار خدای متعال مهر کفر میزند بر قلب انسانی که تکبر دارد و جبار است هر انسان ظالم زورگو ستمگر متکبر مهر کف بر قلب زده شده اگر کف بر مهر زده می که دیگه ایمان نداره مال اینه که خود رو بسیار بزرگ میپندارد اهل تکبر است اهل جبروت است اهل جباریت است جباران تاریخ اینها انحراف در عقاید دارند یک معادله دو طرف است یا اول انحراف اعتقادی دارند بعد به جنایت ها کشیده میشن یا جنایت های اونها سبب انحراف اعتقادی اونها می شود که کم کم عقاید هم از دست میدن این گناه رو انجام میده گناه بعدی گناه بعدی تا قلب آنچنان تیره میشود که دیگه نور ایمان از او گرفته میشود اینه که در روایتی بسیار نورانی از امام سجاد صلوات الله و سلام علیه آمده جوانی آمد این روایت البته از چند معصوم دیگر هم ذکر شده درمان است جوانی میاد خدمت ایشان عرض میکنه انی رجل عاصن ولا اقدر علی ترک المعصیه من انسانی هستم آلوده گناهکار معصیتکار قدرت بر ترک گناه ندارم حضرت راه اعتقادی رو مطرح میکنه درمان اعتقادی رو مطرح میکنه فرمود اطلب موضعا لا یراک الله فیه و اذن ماشد برو یه جایی رو پیدا کن خدا تو رو در اونجا نبیند در اونجا هر گناهی خاصی انجام بده اگر انسان بداند همه عالم و وجود خودش و همه اشیاء در محضر خداست چیزی بر خدا پنهان نیست لا تخفا علی الله خافیه گناه نمی کنه. انسان در حضور یک کودکی که می میفهمد گناه نمی کنه. چگونه در حضور خدا که خدا رو سمیع و بسیر بداند خبیر و عالم بداند گناه میکنه اون موقعی است که توجه به دیدن خدا نمی کند توجه به صفات خدا نمی کند خدا رو در نظر نگیر محال است انسان خدا رو در نظر بگیرد و روز قیامت رو در نظر بگیرد و خود رو در مقابل خدای متعال کوچک بشمارد و جنایت کنه امکان نداره هر کس جنایت می کند هر کس دست به قتل می زند هر کس دست به اختلاس می زند با هر نام در هر صنف در هر طائفه اون کسی که خدا رو در نظر نگرفته خدا رو سمیع و بصیر و علیم نمیداند، خود رو در حضور خدا نمیداند، قیامت رو فراموش کرده یا به قیامت اعتقاد نداره نکته دوم رو عرض کنم از نسخه امام سجاد و سه نکته دیگر رو طلب عزیزان باشه از بنده در جلسه آینده و علل انحرافات فکری بنی امیه و بنی عباس رو ادامه خواهم داد لا تأكل رزق الله و اذن ماشت روزی خدا رو نخور و هر گناهی خاصی انجام بده اگر انسان بداند هر چه دارد از خدای متعال است وجودش هستیش و ما بكم من نعمتن فمن الله به تعبیر قرآن هر چه دارید هر نعمتی دارید هستیتون از خدای چرا انسان به خدا خیانت کنه و صلی الله علی سیدنا محمد و آل من التارین